بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، خواهران و برادران ارجمند، اصحاب رسانه ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نشست تاریخی امروز در بین افغان هایی که تا دیروز قادر به نشست رویارویی نبودند دائر شده. ما ابتکار به برادر عزیز ما افغانای مقیم مسکو که این ابتکار به خرج دادن صمیمانه تبریک میگم و اظهار تشکر میکنم و همچنان از کشور میزبان که تسهیلات قنسولی و غیره میزبانی را برا انداختند. حضار گرامی، افغانهایی که امروز در گرد ایمیز با هم جمع شدند یک نقطه اساسی همه را با هم گره زده و او ای که در گذشته تاریخی 18 ساله افغانستان اختلاف وجود داشته، اختلاف نظر وجود داشته، اختلاف نظر بوده که سبب شده تا در افغانستان جنگ و خشونت دامن زده شود. از این لحاظ امروز در پایان 18 سال گذشته همه به این نقطه رسیدن که جنگ راه حل بنبست فعلی افغانستان نیست. را برای حل معضله افغانستان دیالوگ بین الافغانی و جستجوی راه حل سیاسی است. این چیزی است که افغانها را امروز در این سقف با هم جمع ساختند. جناب استانکزی صاحب دیدگاه تحریک طالبان افغانستان را با تفصیل و با وضاحت بیان کردند. اما لزوماً معنای این نیست که با این دیدگاه همه افغانها توافق نظر داشته باشد. تفاوت دیدگاه یک امر واقعی است، یک امر طبیعی است. بدون شک آنچه با برادران عزیز ما در تحریک طالبان بستگی داره، اونا با تغییراتی که انجام دادن باور دارن و به مو دلیل است که در افغانستان صلا بشانه کشیدن. اما جهت دوم حکومت افغانستان است که متاسفانه امروز کسی از حکومت افغانستان در این نشست نمایندگی نمی کنند. خیلی خوشحال می شدیم که حکومت افغانستان هم نماینده خود می فرستادن تا دیدگاه حکومت افغانستان را در این مجلس و همچنان سوالاتی که از جانب تحریک طالبان به دولت افغانستان تعلق داشت پاسخ را می کردن. اما جهت سومی که در این مجلس حضور دارن او مردم افغانستان، ملت بزرگ افغانستان، نسل جوان افغانستان، احزاب سیاسی، حوزه بزرگ مقاومت افغانستان و جامعه مدنی و خواهران عزیز افغانستان هستند. امروز از ای آدرس در کنار احزاب جهادی افغانستان، احزاب جدید تأسیس، دیدگاه ای بخش بزرگ افغانستان را ما مطرح می سازیم. اولا افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست. هیچ کسی، هیچ جهتی، هیچ قومیتی، هیچ گروپی، هیچ ولایتی در افغانستان نه مدعی حاکمیت و انحصار قدرت در افغانستان هست و نه میتانه باشد. زمان انحصار، زمان استبداد سپری شد. امروز این خانه متعلق به همه افغان هاست و میباید حاکم این خانه مشترک همه افغان ها باشند. دوم، حضار گرامی، ما 18 سال قبل از امروز صفحه جدیدی را در افغانستان باز کردیم. این صفحه جدید با هم ابعاد مثبت خود را داشت، هم نواقص خود را داشت. او صفحه که گشوده شد پایان یک دور جنگ 20 ساله در افغانستان و گشودن یک صفحه جدید برخ مردم و نسل جوان افغانستان بود. در این صفحه نظام جمهوری اسلامی افغانستان با عنوان ساختار رسمی و مشروع در افغانستان پذیرفته شد. دیگر افغانها مجبور به نظامهای میراثی و کودتایی در کشورشان نه، بلکه به نظام منتخب خودشان به اساس اراده خودشان نظام خود را تشخیص کردن. این بزرگترین دستاورد به مردم افغانستان بود. در 18 سال گذشته
قانون اساسی جدید افغانستان که بهترین و اسلامی ترین قانون اساسی در منطقه است تدوین شد و تا به امروز مریول اجراست. اما بدون تردید مثل اینکه که جناب استانگزی صاحب گفتن هم تعدیل پذیر هست با اساس میکانیزمی را که تعریف کردن و هم نیاز به اصلاح دارد. ما همچنان معتقد هستیم که قانون اساسی افغانستان اصلاح و تعدیل شود. با صراحت میخوایم بگویم که همه مردم افغانستان معتقد به این نیستن که افغانستان در اشغال است. اگر چنین می بود ایره ما جفا می دانم به اون مجاهدان سربلند و مقاومتگران سربلندی که 14 سال در کنار برادران عزیز طالب ما در برابر تجاوز اتحاد شوروی سابق رزمیدند اشغال در افغانستان بپذیرند. این کمال بی‌مروتی است. تعبیر تفاوت داره، برداشت متفاوت است، تعریف متفاوت است. بله، در افغانستان قوای خارجی وجود داره. بیشتر از هر کس، مثل هر کس دیگه، هیچ افغان طرفدار حضور قوای خارجی در کشورشان نیست، نبود و امروز هم نیست. اما آنچه عوامل و دلایلی که سبب حضور قوای خارجی در افغانستان شد، جنگ تحمیلی در افغانستان است. اگر فردا جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه، یک ساعت دیگه هم دلیلی برای حضور قوای خارجی در افغانستان باقی نخواهد ماند. از این لحاظ باور بخش بزرگی از مردم افغانستان است که ما پس از 11 سپتامبر صفحه جدیدی از آزادی را در افغانستان به تجربه گرفتیم. اما این صفحه چنانچه دوستا اشاره کردن بی‌نقیصه، بی‌عیب، بی‌نواقص نبود و نیست. باید اصلاح شود، باید تغییر به وجود بیاید، باید صفحه جدیدتر دیگری که همه افغان ها با او توافق داشتن داشته باشن باید گشوده شود. از این لحاظ برداشت ما ایست که با وجود تفاوت دیدگاه ها امروز با همی جمع شدیم تا مثل ازی که پیشتر جناب عنفی صاحب اشاره کردن ما نقاط مشترک دیدگاه خود را تشخیص و او را انکشاف بدیم، نقاط اختلافی در دیدگاه ها را برش راه حل جستجو کنیم تا بتانیم به اکسفه جدیدتر در افغانستان دست پیدا بکنیم. این راه حل قضایه هاست. حضار گرامی، با صراحت میخوایم خدمت شما بگیم دیروز تصور به این بود که از طریق جنگ ما مشکلات افغانستان را میتونیم حل کنیم. خارجی ها هم به این باور بودند. بخش از افغان های خود ما هم به این باور بودند. حکومت افغانستان هم به این باور بود که ما از طریق جنگ معضل 40 ساله افغانستان را میتونیم نقطه پایان ببخشیم. این فرضیت درست از آب نبرآمد. از طریق جنگ مشکل افغانستان را ما حل ساخته نمیتونیم. راه حلش دیالوگ بین افغانی، تفاهم بین الافغانی، رسیدن به یک صفحه جدید عادلانه در افغانستان است. به همین خاطرش جمع شدیم که ما بتانیم به دوام و امتداد گذشته قدم های بیشتری را برداریم. حضار گرامی، جمهوری اسلامی افغانستان خونبهای 2.5 میلیون شهید 18 سال گذشته و 1.5 میلیون شهید گذشته افغانستان است. این اگر ارزشی است که اصلاح پذیر هست، اما نباید این اصل بزرگ را ما در افغانستان فراموش کنیم. ما نهادهای دولتی را در افغانستان ایجاد کردیم به زعامت جناب کرزی صاحب رئیس جمهور پیشین افغانستان. ماهایی که اردوی از هم پاشیده داشتیم، اردوی سربلند ملی در افغانستان شکل گرفت، قوای امنیتی با عزت در افغانستان شکل گرفت، قوای سگانه شکل گرفت، پارلمان داریم، استر محکمه و نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان شکل گرفته، یک نسل در افغانستان به وجود آمده که نیروی متحرک جامعه امروزی ما اینا هستند. اینا همه دستاوردهای قابل دفاع در افغانستان هستند و باید از اینا دفاع صورت بگیره. اما به تکرار میخوایم تایید کنم فرموده برادر عزیز ما استانگزی صاحب که اصلاحات امر اجتناب ناپذیر است. این نظام باید اصلاح شود، نهادهای عدلی و قضایی ما باید اصلاح شود، نظام باید اصلاح شود،
اما نظام جمهوریت در افغانستان که خواست مردم افغانستان و آرزوی ملت ما هست و با اساسات دینی ما سازگاری و توافق داره، قابل دفاع و قابل حمایت است. از این لحاظ من خیلی خوشحال هستم که دوستا و برادرای عزیز ما امروز به این جنبندی رسیدن که ما باید از طریق گفتگو و از طریق دیالوگ بین الافغانی که امروز خوشبختانه نخستین مجلسش دایر شده، ما قضایای افغانستان دیدگاه های اختلافی را راه های حلش جستجو کنیم. ما با گرمی از این پیشنهاد و از این نظر استقبال میکنیم و با تمام صمیمیت و اخلاص امروز خدمت شما رسیدیم که یک صفحه جدید دیگری را به نفع مردم افغانستان باز کنیم. من ظرفیت را میبینم، در صحبتهای هر یکی از سخنرانهای عزیز میبینم این روحیه وجود داره تا واقعا به حیث افغانها خود ما به ابتکار خود ما بدون دخالت خارجی ها به دست خود ما صفحه جدید باز کنیم. این استقلالیت ما را به اثبات میرسانه، این افغانیت ما را به اثبات میرسانه، اسلامیت ما را به اثبات میرسانه که ما به اراده خود ما یک صفحه جدید خدا خواسته باشه باز کنیم. از این لحاظ مسائلی را که جناب استانگزی صاحب مطرح ساختن به دو کتگوری میشه تقسیم شود. مواردی که مورد اجماع همه ماست و خوشبختانه که موارد اتفاقی و مشترکات در پیشنهادات و دیدگاه هایی را که جناب رئیس استانگزی صاحب مطرح کرد زیاد است و من این را یک چانس، یک فرصت میبینم که انکشاف بدیم، تقویت کنیم، حمایت کنیم تا خدا خواسته باشه مبنای بر ساختن آینده ما بوده باشه. در این حال نقاط اختلافی هم وجود داره، دیدگاه های متفاوت تری هم وجود داره که خوب است در جلسات با این دیدگاه های متفاوت و اختلافی راه های حلی را جستجو کنیم که در پایان هم بتانیم نقاط اتفاقی خود انکشاف بتیم، هم به نقاط اختلافی دیدگاه مشترک را خدا خواسته باشه پیدا بکنیم. از این لحاظ ما چیز بسیار مهم میره در اینجا نمیبینم که ما چانس تفاهم را روی از او نداشته باشیم. صحبت خود به این به پایان میبرم حضار گرامی که امروز اکثریت مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور ما متوجه به این نشست امروز ما هستند. دوستان ما منتظر هستند که از این سقف چه مژده به مردم افغانستان بیرون داده میشه. رقبای ما، مخالفین ما، کسانی که دشمن صلح هستند و با صلح خصومت دارند، در صلح نفع خود نمیبینند، در دوام جنگ نفع خود میبینند. استراتژی هایی که بر افغانستان جنگ را تحمیل میکنند، اونا از نشست و موفقیت این نشست ما انتظار منفی دارند. بر از اونا مژده ای خود بود که افغان ها جمع شدند اما به نتیجه نرسیدند. پیشنهاد میکنم به همه حضار گرامی که امروز بین به حیث افغان ها، به حیث مجاهدین، به حیث شخصیت ها و مسئولین افغانستان، از مردم افغانستان به این تصمیم برسیم که قبل از اینکه به یک توافق جامعی دست پیدا بکنیم ما مجلس خود به پایان نبریم. البته نمیخوایم که ما توقع کاذب به هموطنان عزیز ما، به مردم ما، به دوستان بین المللی ما ایجاد کنیم. یک معزل 40 ساله در یک نشست و دو نشست به پایان نمیرسه. این توقع کاذب هست. اما میتونیم اساس دوام این مذاکرات و چوکات یک میکانیزم و ساختاری را بسنجیم که خدا خواسته باشه ما به پایان مطمئن و یک مژده به مردم افغانستان برسیم. از حوصله مندی همگی شما سپاسگزاری میکنم و السلام علیکم و رحمت الله. بشار الله. بشار الله.